خب یونمی تو رو خیلی وقته که من میشناسمت میدونم که تو وقتی نوجوان بودی از کره شمالی فرار کردی و حالا خودت تبدیل شدی به صدای مخالفان و داری به تنهایی صدای بسیاری از مردمت رو که گروگان گرفته شدن توسط دیکتاتور تو کشورت به جهان میرسونی به داستان خودت اشاره کنی یعنی از خودت برام بگو که واقعا چجوری تونستی فرار بکنی از همونجا شروع میکنم من در کره شمالی دنیا اومدم کره شمالی حتی مثل ایران و چین هم نیست اونجا بی مطلق وجود داره اینترنت نیست مردم واقعا نمیدونن که اینترنت چیه بنابراین همونطور که در کره شمالی بزرگ می شدم واقعا معتقد بودم که آمریکایی‌ها ها حروم زدن اون موقع احساس می کردم که من آدم خوشبختی هستم که رهبر عزیز ما کیم جونگ اون از ما محافظت می ما هم تو کشورمون گفتن بگیم مقام معظم رهبری میدونین کیم سونگ رهبر معظمه و کیم جونگ دوم رهبر عزیزه بله بله من بر این باور بودم وقتی 13 سالم شد مردم داشتن واقعا از گرسنگی میمردن یعنی هیچی حشره یا ملخ یا سنجاقکی نمونده بود که مردم بخورن تا بتونن زنده بمونن بنابراین من باید تصمیم میگرفتم یعنی باید از آب یخزده رودخونه یالو میگذشتم و به چین میرفتم تا بهش رو پیدا کنم میدونم که تو از کشورت به تنهایی فرار نکردی با فامیلت بودی با مادرت و خواهرت میخوای از سفری که داشتی از جزئیاتش فرام بگی و تو چند سالت بود اون موقع اولش قرار بود با خواهرم با هم باشیم ولی من مریض شدم بنابراین خواهرم اول از کشور بیرون رفت اون موقع 16 سالش بود تقریبا من 13 ساله بودم اون موقع سال 1396 بود یه هفته بعد از فرار خواهرم من و مادرم هم فرار کرد یه زنی بود که حاضر شد به ما کمک کنه از رودخونه یالو بگذریم مرزای کره شمالی خیلی خطرناکن. خودروهای مجهز به مسلسل آماده وایستادن و به هر کس که میخواد از رودخونه بگذره تیراندازی میکنند. ولی این خانم ما رو به چین رسوند. به محض اینکه با مادرم به چین رسیدیم، اولین بلایی که سرمون اومد این بود که به مادرم تجاوز کردند. بعد فهمیدیم که در چین ما رو به عنوان برده جنسی فروختن اینجا بود که آزادی خودم رو دوباره از دست حتی دادم راحت نیست که اینو تکرار کنم من تو رو میبینم که تو هر جای دنیا که میری انگار مردم تو گذاشتی رو شونه هات با خودت مردم تو میکشی به این ور و اون ور و داستانشون رو به همه میگی چه چیزی تو رو تشویق میکنه بهت امید میده چون تو الان آزادی تو آمریکا زندگی میکنی میتونی بری تفریح کنی واسه خودت میتونی بری دانشگاه درس بخونی برای خودت میتونی بری پارتی ولی چی تشویقت میکنه که ترجیح دادی صدای مردم باشی خب وقتی ما به مسافرت میریم و شهرش رو مینویسیم معنیش این نیست که ما آدمای خاصی هستیم از یه نظر ما خوششانس بودیم از 25 میلیون آدمی که در کره شمالی گرفتار شدن فقط 209 نفر تونستن به آمریکا بیان پس به حساب ریاضی شانس من که یکی از اون 209 نفر باشم چقدره؟ خب حالا اینو داشته باشین. آدمای دیگه هستن که سختی بیشتری کشیدن. در حال حاضر نزدیک به 300 هزار دختر اهل کره شمالی هستند که در چین به فروش میرسند هر روز به عنوان برده جنسی پس وقتی من میبینم که اینا برده جنسی هستن احساس وظیفه اخلاقی میکنم وقتی علیه رژیم کره شمالی حرف میزنم میبینم که رژیم بر سه نسل خانواده من در این کشور حاکم بوده میدونم که همین اتفاق برای شما هم افتاده بنابراین من برای رسوندن صدای فریاد و آزادی خودم بهای زیادی باید بپردازم <applause> بله بله حتما این اتفاق افتاده برای اینکه دیکتاتورهای کشورهای ما خیلی شبیه به هم اونا از هم می یاد میگیرن و همدیگر رو حمایت هم میکنن برای همین بذار ازت بپرسم در مورد یه چیزی که من خودم وقتی بچه بودم شوسوشوی مغزی شده بودم همونطوری که تو گفتی در مورد خودت مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل این چیزا رو باید میگفتیم دوران کودکی خودت رو به جز مخشوی در مورد تنفر از غرب دیگه چه چیزایی وجود داشت وقتی نوجوان بودم اولین چیزی که مادرم به من گفت این بود که حتی پش پش نکن صدای من و حتی پرنده ها و موش ها هم نمیتونن بشنون واقعا فکر میکردم که دیوار موش داره موش گوش داره پس اگه یه حرف مخالف بزنم همه میشنون